معنای انتخاب محمد یزدی به ریاست مجلس خبرگان ایران و شکست سنگین اکبر هاشمی رفسنجانی از او چیست؟ و چرا در ایران گروهی بر آموزش زبان مادری تاکید می‌کنند و عده‌ای از پیامدهای احتمالی آن نگرانند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. اکبر هاشمی رفسنجانی این هفته در چندمین شکست انتخاباتی خود در سالهای گذشته یکی از مهمترین مناصب نظام را با فاصله زیاد به یکی از صریح اللهجه ترین دشمنان خود واگذار کرد. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس مجلس خبرگان از ماه‌ها پیش موضوع بحث‌های داغ محافل سیاسی بود. این روزها جمهوری اسلامی به لحاظ شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای در حال سپری کردن یکی از مهمترین دوره‌های تاریخی است. در وضعیتی که تا تعیین رهبر آینده ایران شاید زمان چندانی باقی نمانده باشد، اهمیت صندلی ریاست مجلس خبرگان صد چندان شده و شکست اخیر نماینده لایه‌های میانه روتر جمهوری اسلامی در مقابل نماینده یکی از تندروترین لایه‌های آن می‌تواند تأثیرات فوق‌العاده‌ای در آینده ایران و منطقه داشته باشد. در برنامه امروز درباره پیامدهای نتیجه این رأی‌گیری صحبت خواهیم کرد با مهرانگیز کار، حقوقدان و نویسنده که از واشنگتن با ماست و اینجا در استودیو علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و همکارم جمشید ورزیگر ما رو در طول برنامه همراهی خواهند کرد. اما قبل از آغاز بحث گزارشی از همکارم مسعود صابری. جلسه روز دوشنبه مجلس خبرگان محمد یزدی را به ریاست این مجلس رساند. هاشمی شاهرودی که بعد از درگذشت رئیس قبلی مسئول اداره جلسات بود و هاشمی رفسنجانی رقبای اصلی آقای یزدی بودند. از مهر ماه که رئیس قبلی خبرگان آقای مهدوی کنی بعد از 5 ماه که در کما بود از دنیا رفت، گمان زنی ها درباره ریاست خبرگان ادامه داشت. آقای یزدی ریاست فعلی البته شباهت های فراوانی با آقای کنی دارد. از محافظه کارترین جناح‌های روحانیت است، همواره سمت‌های انتصابی در حکومت داشته، از جمله 10 سال ریاست قوه قضاییه و عضو فقهای شورای نگهبان. آقای یزدی درست همسن آقای کنی است و حالا در آستانه 84 سالگی به ریاست خبرگان رسیده است. ولایت مطلقه را برای خبرگان رهبری که وظیفه اصلیش را کشف رهبری می‌داند، مسئله جانشینی آیت الله خامنه ای مهمترین تصمیم است. در اردیبهشت ماه امسال آقای دوری نجف آبادی بحث جانشینی رهبر جمهوری اسلامی را مطرح کرد. خدا رهبری را حفظ کند و به ایشان طول عمر دهد انشالله، اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم. بستری شدن رهبر ایران در شهریور ماه نیز به گفتگوها بر سر مسئله جانشینی آقای خامنه ای دامن زد. کمتر از 1 ماه پیش آقای رفسنجانی گفته بود اگر جانشینی برای رهبری نباشد باید به رهبری شورای روی آورد. انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری در چنین فضایی مهمتر از گذشته به نظر می رسد. از عمر دوره 4 مجلس خبرگان تنها 1 سال باقی است. 2 رئیس دیگر این دوره آقایان مشکینی و کنی از دنیا رفتند و آقای رفسنجانی بعد از انتخابات 88 از ریاست کنار گرفت. انتخاب آقای یزدی قدری غیر منتظره بود. نظرات متفاوتی درباره علت انتخاب او به عنوان 4مین رئیس دوره 4 ارائه می شود. اما آیا قرار است در دوره ریاست آقای یزدی تصمیمات مهمی در این مجلس گرفته شود؟ متشکرم از همکارم مسعود صابری و ممنون از مهمانانی که دعوت ما رو پذیرا شدند. خانم کار، شما انتخاب آقای یزدی و شکست آقای هاشمی از ایشون رو واجد چه معانی میدونید؟ خب من تصور میکنم که تبعیت از اوضاع احوال سیاسی و نگرانی های بسیار زیاد محافظه کاران از لایه های میانه رو و اینکه اونها بتوانند تاثیرگذار باشند در نهادهای خیلی مهم جمهوری اسلامی باعث یک چنین رویدادی شده، هرچند که ما پیش از اون همه تفاسیر و تحلیل هایی رو که
میشنیدیم یا میخواندیم در مطبوعات درون کشور و خارج از کشور نشان میداد که خب آقای رفسنجانی اراده کردن که نامزد بشن و بعد هم شنیدیم که گفته شد تعدادی بیش از 40 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان از ایشان خواستن که حتما نامزد بشن. بنابراین اون چه که اتفاق افتاده کاملا با اون پیش ذهنیتی که رسانه ها ایجاد کرده بودن تفاوت داره و منظور من از رسانه ها فقط رسانه های مرتبط با اصلاحات یا اعتدال نیست و بلکه حتی مطبوعات و تریبون های مرتبط با سپاه پاسداران هم همین گونه اظهار نظر می کردن و توجه می دادن که اگر که آقای رفسنجانی اعلام نامزدی بکنه بدون تردید رأی رو ایشون خواهد آورد. حالا چه اتفاقی افتاده که حتی دور بوده از نگاه کسانی که تریبون های سپاه پاسداران رو مدیریت میکنن اون بر ما معلوم نیست، ولی اون چه مسلمه میتونه اون چه که پیامده این واقعه باشه اعتماد به نفس خیلی بیشتر تندروها، محافظه کاران و تضعیف لایه های میانه رو باشه، به خصوص که ما میدونیم آقای محمد یزدی حالا غیر از همه مسائل دیگه از مخالفان سرسخت دولت آقای روحانی هستند. متشکرم خانم کار. آقای رمضان پور، همونطوری که اشاراتی هم شد احتمالا کمتر کسی واقعا این نتیجه رو پیش بینی میکرد، خصوصا راجع به آقای یزدی اگر بنابرای شرط بندی میشد شاید کمتر کسی بود که بخواد روی ایشون شرط ببنده، حداقل بر اساس اونچه که ما در رسانه میدیم. چه اتفاقی افتاد؟ البته من فکر میکنم که با این قطعیت نمیتونیم اینو بگیم، اگرچه اون فضایی که خانم کار توصیف کردن در مورد تبلیغات پیش از انتخابات، انتخاب در خبرگان منظورم هست، کاملا درسته، ولی اون رو باید یه قدری در فضای تبلیغاتی دید. اگر بیان به واقعیت ها نگاه بکنیم، تحولاتی که اتفاق افتاد نوعی تلاش بین نزدیکی سه جناح جامعه مدرسین، روحانیت مبارز و رهبر روحانی تندروها یعنی آقای اصباح یزدی وجود داشت و خب طبیعی بود که آقای یزدی چهره ای نبود که بتونه در واقع سمبولی باشه که بخش عمده ای از جامعه مدرسین به دلیل بعضی از اختلافات دیرینه بتونن پشت او بیستن. بنابراین طبیعی بود که به سمت کسی حرکت بکنن که در واقع در موقعیت بین آقای مصباح یزدی و آقای هاشمی شاهرودی به عنوان نماینده در واقع معتدل‌تر قرار داره. و خب آقای هاشمی هم به نظر من با توجه به مصاحبه‌ای که اشاره کرده بود که اگر من رئیس هم نباشم میتونم در موقعیت مناسب حرف خودم رو بزنم، تا حدی پیش‌بینی می‌کردیم باخت رو، و از این نظر من فکر میکنم که خیلی نمیشه گفت که چیز عجیبی هست. و به ویژه از این خیلی از مثلا حدس و گمان ها راجبه فرزند آقای هاشمی شاهرودی بود، یعنی منظورم این نیست که چه کسی انتخاب میشد، خب نیروی سیاسی عمده آقای یزدی خیلی مطرح نمیشد، آیت الله مؤمن بود، آیت الله شاهرودی، ولی آقای یزدی چندان طرح نمیشد به طور صریح که ولی ایشون مثلا شانسی ممکنه داشته باشه. البته مطرح شد، یعنی مطرح میشد، ولی در هیچ کدوم از جناح‌های تبلیغاتی نقش عمده رو نداشت، برای اینکه به هر حال چهره محبوبی نیست آقای یزدی و نمیتونستن روش منو بدن. ولی به هر حال اینکه یک سوم خبرگان با آقای هاشمی رفسنجانی رأی دادن در این فضا به نظر من قابل توجه، چیزی در حدود یک سوم از خبرگان، نشان دهنده که این هست که این همه تلاشی که تندروها و آقای خامنه‌ای در سال‌های گذشته کردن برای اینکه موقعیت آقای هاشمی رو تضعیف کنن، با این وجود او هنوز میتونه یک سوم خبرگان رو در این شرایطی که فشار طبعا به نفع کاندیدا هست، اون یک سوم نیمه خالی لیوان هست، یعنی دو سومی که رأی ندادن که قاعدتا حائز اهمیت بیشتری هست اگر بخوایم راجع به وزن آقای هاشمی صحبت بکنیم در مجلس خبرگان. من فکر میکنم اگر مسئله در دوره بعد از آقای خامنه‌ای باشه، طبیعی هست که وقتی که یک سوم در دوره حضور آقای خامنه‌ای
رأی میدن به آقای هاشمی رفسنجانی، احتمال اینکه این تعداد در نبودن آقای خامنه‌ای به چیزی در حدود 50% برسه احتمال بیشتره تا اینکه کمتر بشه. در یک سناریوی فرضی به قول آقای رمضان‌پور، در غیاب مثلا رهبر فعلی ایران، ممکنه که به تعبیر ایشون، حالا ادعی که نخواستن در حضور ایشون باقی هاشمی رو بدن در غیابش، ولی در غیابشون نیروهای دیگری هم فعال میشن، لایه ها به هر حال نهادهای قدرتمندی در جمهوری اسلامی وجود دارن که ممکنه الان خیلی در این زمینه مشخص وارد نمیشن، ولی در روز حالا مبادا اونها وارد خواهند شد. این چه تأثیر رو معادله میذاره به لحاظ نقشی که آقای هاشمی میتونه در اون روز مبادا داشته باشه؟ آقای برز، خب ببینید، مسئله این است که این اتفاق فقط در اون شرایط فرضی که شما مطرح کردید رخ نمیده، همین الان همین اتفاق میفته. همین امروز آیت الله خامنه ای انتخاب آقای یزدی رو انتخابی مناسب و به جا توصیف کرده، یعنی کاملا جانبدارانه، در شرایطی که آقای رفسنجانی هم کنار دستش نشسته. معنای تلویح این سخن این است که آقای خامنه ای به عنوان فرد بیرون از مجلس خبرگان، همون نهادهای قدرت بیرون از مجلس خبرگان، دارم میگم این رو، معنای تلویح رهبر سخن رهبر جمهوری اسلامی این هست که شکست آقای هاشمی رو مناسب و بجا تصور میکنه. چند روز قبل‌تر از انتخابات آقای موحدی کرمانی که از قضا او هم امسال در این انتخابات به عنوان نایب رئیس انتخاب شد و این هم نکته خیلی مهمی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته، آقای موحدی کرمانی گفت، با همین عبارات گفت که مجلس خبرگان در مقابل رهبری کنونی یعنی آیت الله خامنه‌ای هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حتی یک نفر به این از اعضای مجلس خبرگان به این عبارت اعتراض نکرد که خب حالا اگر شما مثلا میخواید احترام رهبر رو هم نگه دارید، خب این چه ضرورتی داره که مثلا با این عبارات به اعضای مجلس خبرگان توهین بشه؟ بنابراین در همین حال حاضر هم نهادهای بیرون از مجلس خبرگان رهبری هستند که مناسبات درونی رو تعیین میکنند. آقای رفسنجانی در سال 87 در رقابت با آقای یزدی با همین نسبت آرا به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد. این ترکیب مجلس خبرگان رهبری چندان عوض نشده از سال 87 تا الان. اون چه که عوض شده موقعیت آقای رفسنجانی است با هستی مرکزی قدرت و نگاه اون نهادهای بالادستی در قدرت که میتونن رأی نمایندگان اعضای مجلس خبرگان رو تعیین بکنن. امروز اونها فاصله بیشتری از آقای رفسنجانی گرفتن و بنابراین میتونن این نتیجه رو شکل بدن. خانم کار، فکر میکنید که با توصیفاتی که به سر رفت، آیا باید ماجرای مجلس خبرگان رو در اون روز مبادا به تعبیر آقای هاشمی اینطور دونست که وزن لایه‌های میانه روتر دیگه عملا خیلی کمتر شده و احتمالا محل تاثیر زیادی نخواهد تونست باشه، یا اینکه نه هنوز میتونن امیدوار باشن که بتونن اونجا دست بالا رو بگیرن؟ من با تحلیل آقای برزگر ادامه میدم موضوع رو، برای اینکه ببینید مجلس خبرگان نه یک مجلس انتخابی برخلاف الفاظ ظاهری، نه یک مجلس بی‌طرفه، و بلکه کاملا زیر سلطه یک نیروها و کانونهایی است که بیرون از مجلس خبرگان کار میکنن. حالا بستگی داره به اینکه این نیروها چگونه باز تأثیر گذار باشن بر مجلس خبرگان، و اینکه اساسا در 10 ماه آینده، چون این ریاست برای 10 ماه اعتبار داره، درست، و همینطور کنارگیری آقای هاشمی، آقای شاهرودی از کاندیداتوری خیلی میتونه معنادار باشه. یعنی ما در حال حاضر نمیدونیم که مثلا تا در این 10 ماه چه اتفاقاتی میفته، ولی اون چه مسلمه بسیار اهمیت میدن محافظه‌کاران و کانونهای قدرت مرتبط با اونها که از بیرون تأثیر گذار هستن روی مجلس خبرگان به انتخابات بعدی، یعنی دوره پنجم، برای اینکه محاسبه کردن، درستم محاسبه کردن که خب تا پایان اون دوره
به فرض هم که اصلا آقای خامنه ای صحیح و سالم باشند 83-84 ساله خواهند بود و بسیار تعیین کننده است این مجلس در اون دوران. من تصور میکنم که این فعالیت ها ادامه پیدا میکنه برای اینکه همچنان این مجلس در تسخیرشون باشه و خب لابد آقای رفسنجانی هم برای خودشون محاسبات و نیروی رو در نظر دارن. و خانم کاردر این در این فعالیت هایی که اشاره کردی که طبیعتاً ادامه خواهد داشت برای اینکه بتونن مجلس رو در تاثیر خودشون حفظ بکنن، پرسش من این هست که فکر می‌کنید که آیا این موفق خواهد شد؟ به هر حال هر دو طرف چه میانه‌روها چه تندروها این تلاش رو میکنن، شما فکر می‌کنید که کدوم یکی میتونه دست بالاتر رو داشته باشه؟ کوتاه لطفاً. پس بستگی داره به وزن قدرتی که در این آینده نزدیک به دست میارن. یعنی شرایط رو باید فکر میکنم خب شرایط و مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های آقای روحانی و برخوردهای اونها با آقای روحانی به کجا منجر. یعنی چیزی قطعی نیست فعلا، یعنی بازی رو شما تماشا به نظر من نیست. نیست. بسیار. آقای رمضان پور پرسش در همین پرسش یا ادامش رو، اینکه شما فکر می‌کنید که بازی رو باید تمام شده دانش یا اینکه اینها امروز دو سوم مجلس میتونن به هر حال آقای هاشمی رو بذارن کنار که نماینده میان روها هست، آیا این بازی تمام شده است؟ خصوصا اون نقل قول که از آقای هاشمی کردید که من اگر رئیس هم نباشم در روز مبادا میتونم، خب بعضیا میگن ممکنه که حتی در انتخابات بعدی که کمتر از یک سال دیگه است دیگه تایید صلاحیت هم نشه آقای هاشمی که بتونه حتی حضور هم داشته باشه. کاملا ممکنه، حتی ممکنه که گروه دیگری از در واقع این کسانی که رأی دادن به آقای هاشمی رفسنجانی هم تعیین صلاحیت نشن. منتها ببینید اهمیت خبرگان بیش از اینکه اهمیت اجرایی باشه، یه اهمیت نمادین هست در نشون دادن جریان در واقع فکر و جهتگیری در اون کره اصلی روحانیت که در ایران حاکم هست. وقتی اینجوری نگاه بکنیم، به نظر من اینکه در شرایطی که همینطور که آقای برزگر و خانم کار توصیف کردن این همه فشار هست و قدرت هست در واقع کنترل کردن خبرگان و روحانیت، باز هم یک سوم به هاشمی رفسنجانی نشون رأی میدن، نشان دهنده این هست که آقای خامنه‌ای و سپاه و تندروها نمیتونن همه صورت مسئله رو با فشار امنیتی حل بکنن. الان هیچ افتخاری نیست برای آقای خامنه‌ای که بگه مثلا من هیچ شریکی در قدرت ندارم، برای اینکه شرایط اقتصادی ایران، شرایط اجتماعی ایران، شرایط فرهنگی رو می‌بینید. منظورم اینه که این در واقع شرایط ایران تحت رهبری آقای خامنه‌ای آنچنان به شرایط سختی نزدیک شده که نمیشه گفت که همه مردم و همه نیروها تحت هر شرایطی تن میدن به انتخابی که مثلا در خبرگان و یا در شورای نگهبان بشه. یعنی مسئله این نیست که به تعبیر شما مثلا صورت مسئله پاک بشه، بحث اینجاست که صورت مسئله کماکان سر جاش بمونه ولی شما بتونید کنترلش بکنید. یعنی اینکه اون همونطوری که الان در این انتخابات به هر حال بخشی از میانروها کنترل شدن به حاشیه ران داشتن و نتیجه اونطوری شد که از این طرف خواهانش بودن، آیا در اون روز مبادا هم نمیتونن همین کار رو بکنن؟ یعنی مهار بکنن اون قدرت رو؟ مهار اگر به این معناست که یک تصمیم عقلانی بگیرن، مثلا موافقت با کان، مثل همینی که الان دیدیم، اینم خب اتفاق غریبی که نبود. مثل به نظر من به هر حال این امکان هست، ولی این امکان که در واقع جناهای میانه رو بتونن از شرایط استفاده بکنن برای تغییری به سمتی غیر از اون چیزی که الان اتفاق افتاده در خبرگان هم به نظر من وجود داره. در واقع همه پرسش های برزگیر سر همین هست، این چقدر احتمالش زیاد هست یا محتمله که واقعا اونا بتونن، میانه روها بتونن این کارو؟ من فکر کنم به خیلی خلاصه اگر بخوایم بگیم به دو عامل بستگی داره. یکی سست شدن اراده هسته مرکزی قدرت و در رأسش آیت الله خامنه‌ای و نیروهای اصولگرا یا محافظه‌کار پیرو او، اونها به هر دلیلی دچار یک سستی بشن یا توان، یعنی هم توان و هم اراده اعمال قدرت خودشون رو از دست بدن، و متقابلا نیروهای اصلاح طلب یا اعتدالگرا اونها هم تجدید نظری بکنن در شیوه های خودشون برای استفاده از پشوانه هایی که احتمالا دارن، چه در بدنی اجتماعی چه در حوزه قدرت. در اون شرایط میشه این تصور رو داشت که این معادله تغییر بکنه. اگر این دو عامل
همینطوری که الان هست باقی بمونه، به نظر من آقای خامنه ای سیاست های خودش رو پیش خواهد برد، بدون اینکه با مانعی جدی روبرو بشه. یعنی اینکه میگید که اگر نیروی غالب توان یا اراده خودش برای غلبه رو از یعنی درش تجدید نظر کنه، این خب به طرف مقابل هم اتفاق خیلی بزرگیه. بله، بنابراین رو خواهد همین داشتم. بنابراین اگر این اتفاق نیفته که ظاهراً دلیلی براش دیده نمیشه الان که این اتفاق بیفته، مگر اتفاق خاصی بیفته که قابل پیش بینی نیست الان برای ما، و الا در شرایط طبیعی ما میبینیم روندی که از بعد از دوران اصلاحات آیت الله خامنه ای در پیش گرفته، از انتخابات سال 84 تا همین الان بدون وقفه اون رو پیش برده، حتی اگر هزینه های فوق العاده سنگینی هم بابتش پرداخته باشه، مثل مثلا انتخابات سال 88 و حوادث بعد از اون، ولی این باعث تجدید نظر آیت الله خامنه ای در سیاست های خودش نشده. پیش بینی من این هستش که همین انتخابات مجلس خبرگان یک نشانه ای هست از اینکه انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان در سال آینده چگونه برگزار خواهد شد و نتایج احتمالیش چه هست. دولت روحانی ممکنه که یک استثناء به نظر برسه، من فکر می‌کنم در اون روند اون هم استثناء نیست، برای اینکه بیشتر از اون که نتیجه تحولات داخلی باشه روی کار آمدن دولت آقای روحانی، نتیجه فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی ناشی از مذاکرات هسته‌ای ایران بود که در دوران آقای احمدی نژاد به یک بنبست کامل رسیده بود. بنابراین پیش بینی من میگم اگر روند همین باشه، متغیرهای جدیدی وارد این معادله فرضی که شما مطرح کردید نشن، پیشبینی من این هست که این روند همچنان ادامه خواهد داشت، چون نیروی مقابل در اون سمت نه توانش رو نشون داده داره و نه ارادهش رو که بخواد این معادله رو به هم بزنه. خانم کار، شما اشاره داشتید به عواملی که یا اتفاقات که ممکنه در آینده بیفته و طبیعتاً این ماجرا رو متأثر بکنه، از خودش تأثیرات جدی روش بذاره، از جمله به نتیجه توافق هسته‌ای اشاره کردید. در بیرون همین بحث مطرح میشه حتی از طرف مقام آمریکا، اینا که به هر حال ما یک بازه 10 یا 15 ساله اگر وارد توافقی بشیم، این میتونه فرصتی باشه برای تقویت نیروهای پیشرو و میانه رو در ایران. پرسش من ناظر بر این هست، فکر میکنید که آیا اگر چنین اتفاقی بیفته در داخل ایران هم شاهد، چون به هر حال اگر توافقی صورت بگیره یک اتفاق بزرگه، ولی آیا اون اتفاق بزرگ در معادلات سیاسی داخل ایران هم مجال ترجمه پیدا خواهد کرد؟ خب حتما پیدا خواهد کرد، برای اینکه در حال حاضر همه اون نیروهایی که داریم ما ازشون حرف میزنیم و مسلط هستن بر نهادهایی مثل مجلس خبرگان، اینها کاملا در برابر این گروهی قرار گرفتن که دارن مذاکرات هسته‌ای رو پیش میبرن. حالا بعضی هاشون خیلی علنی اقدام نمی کنن به اظهار نظر، ولی خب خیلی هاشون هم علنی اظهار نظر میکنن. به همین دلیل هم هست شاید که این نکته که افکار عمومی اصلا فاقد ارزش و اعتبار برای اینکه ایجاد یک تحولی بکنه، و حتی بعضی هاشون اعلام میکنن که افکار عمومی رو نباید بهش زیاد بها داد، هرچند که شاید اهمیت هم داشته باشه، برای اینکه افکار عمومی همونی است که امام علی رو 25 سال خانه نشین کرد. به هر حال طوری دارن عمل میکنن که موضوع درون گروهی و درون سیستم سیاسی کشور به هر حال حل و فصل بشه. حالا یا آقای روحانی اساسا بعد از پیروزی به یه بهانه کنار گذاشته بشه و غربم کاری به کار اینا نداشته باشه و براش مهمه که منافع ملیش تامین شده باشه، و ممکن هم هست مردمی که اینقدر منفعل هستن در حال حاضر و ترسان از سرکوب‌های 88، ممکن هست یک نیروی بگیرن از موفقیت آقای روحانی و احساس بکنن که اعتماد به نفس پیدا کردند، و اگر تحریم ها تا حدودی رفع بشه در احساس کنند در موقعیت اقتصادیشون خیلی بهبود پیدا میشه، و اونجاست که حضور مردم
که نفی میشه، حضور افکار عمومی میتونه خیلی معادلات رو تغییر بده. و حتی به نظر من ما 100% نمیتونیم بگیم که اگر که آقای خامنه ای فوت بشن حتما مجلس خبرگان میتونه با همین کیا و بیا بنشینه و هر کاری دلش میخواد بکنه. نیروی مردم رو من بهش توجه دارم زیاد در این روند و فکر میکنم اگر مذاکرات به جایی برسه، اهم از اینکه آقای روحانی بر مسند باشه یا نباشه، مردم ایران از اون حالت انفعال احتمال زیاد بیرون خواهند آمد. آقای رمضانپور در کل این معادله بزرگ به نکته مهم میخوان به کار اشاره کردن، بحث عملیات مردم. حالا فارغ از اینکه اون بالا سیاستمدارا چگونه با هم دیگه به دبستانشون هست و زور کدوم در این لحظه بیشتر یا کمتر، فکر کنه که در مقوله‌ای مثل مجلس خبرگان، تعیین رهبری، آیا میشه عملیاتی برای مردم دید؟ من با تحلیل خانم کار موافقم. عملیات مردم در ایران رو نمیشه فراموش کرد. همونطور که در جریان بر سر کار اومدن آقای روحانی و پذیرش در واقع روند مذاکرات، ولی مقوله رهبری خب متفاوته، یعنی مجراشون به هر حال آمدن آقای روحانی انتخابات اونم متفاوت نیست. اتفاقا از یه برگ برنده در واقع نیروهای میانه روتر برخوردارن و اون اینه که آقای در واقع قدرتی که آقای خامنه‌ای در حال حاضر به عنوان یک نظم مستقر داره وجود نخواهد داشت و در اون شرایط افکار عمومی تأثیر بیشتری خواهد داشت. یعنی اگر افکار عمومی همینطور که در جریان انتخابات نشون داد در واقع از توافقی که به نظر من به احتمال زیاد صورت خواهد گرفت برای اینکه حکومت ایران تقریبا چاره دیگری نداره، در اون شرایط سهم افکار عمومی افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد. یعنی اینطوری نیست که این 70 نفر هست دیگه اعضای مجلس خبرگان، اینطوری نیست که این 73 نفر وارد یه اتاق بشن و بیان بیرون و بگن فلانی شد. دقیقا. مردم مؤثر و افکار عمومی فکر میکنید نقشش چقدر حسابی برسه؟ ما تو بحث قبلی هم صحبت این شد که اساسا مجلس خبرگان که در خلا وجود نداره که خودش بشینه یه جلسه بذاره یه نفر انتخاب کنه، تحت تاثیر نیروهای بیرون از خودشه. حالا این نیروها میتونن سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌های حکومتی باشن، یعنی ساخت قدرت باشه، یا جامعه باشه و مردم باشن. تردیدی نیست که مردم نقش دارن، اما مردم برای ایفای نقششون مستلزم این هستن که سازماندهی بشن و امکان ابراز این رو پیدا بکنن، که این خودش بحث مفصل‌تری رو میطلبه. ولی یک نکته رو باید به نظر من در نظر گرفت، اینکه مردم بخوان معادلات رو تغییر بدن از به سادگی این اتفاق نخواهد افتاد که ضرورتاً بیاد نتیجه رو عوض بکنه، اما بخشی از بازیگران سیاسی به این امید دارن. همونطور که خانم کار اشاره کردن، ما دو به هر حال دو تفکر رو داریم در ساخت قدرت. بخشی به صراحت میگن که اساساً افکار عمومی، رأی مردم اهمیتی نداره، این مقامات انتصابی هستن، ولی فقیه برگزیده خداست، ما فقط کشفش میکنیم و باید باهاش بیعت بکنیم، کسانی مثل آقای مصباح یزدی و پیروان او. طیف دیگری هستن مثل آقای هاشمی که به رأی معتقدن و ادعی هم همین تحلیل رو میدن که آقای هاشمی با اینکه احتمالاً میدونست که رأی نمیاره در شرایط فعلی، ولی اومد و این سرمایه رو اندوخت که بعداً در واقع جلب کنه افکار عمومی رو. بنابراین این امید برای اونها وجود داره که از رأی مردم استفاده بکنن برای مقابله با اون بخش غیر انتخابی و انتصابی حکومت. بسیار بسیار متشکرم. جمشید برزگر و علی اصغر رمضانپور اینجا در استودیو و مهرانگیز کار که از واشنگتن با ما بودن. ممنون از هر سه مهمانان برنامه. و اما بحث آموزش زبان مادری در کنار زبان فارسی یا حتی آموزش به زبان مادری سالهاست که در ایران در جریان است و مخالفان و موافقانی دارد. این بحث‌ها هر سال به مناسبت روز جهانی مادری در اسفند ماه مجدداً طرح و یادآوری می‌شوند، اما امسال در کنار این بحث و گفتگوها یک اتفاق تازه هم افتاد. حدود 1800 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های آذربایجان و نزدیک به 1400 دانشجو از دانشگاه‌های شیراز با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند به وعده‌های انتخاباتی خود وفا کرده و زمینه لازم برای آموزش زبان مادری را فراهم کند.
در این نامه ها همچنین از حسن روحانی خواسته شده به وعده ی انتخاباتی دیگر خود مبنی بر تأسیس فرهنگستان زبان و ادبیات زبانهای غیر فارسی ایرانی عمل کند. در بخش دوم برنامه درباره ضرورت ها یا مخاطرات آموزش زبان مادری در ایران صحبت خواهیم کرد با بابک امیرخسروی، فعال سیاسی که از پاریس با ماست، و فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و نویسنده که از فرانکفورت با ما خواهد بود. خوش آمد میگویم به هر دو مهمانی که در این بخش برنامه به ما پیوستند. آقای امیرخسروی، در نامه ای که اشاره شد، همونطوری که به هر حال در نامه میخوانیم، به نظر میاد که صحبت از یا درخواست اونها آموزش به زبان مادری هست، هرچند چون گفتن که در چارچوب قانون اساسی، بنابراین این ظنم به نظر میاد که ممکنه که منظورشون آموزش زبان مادری بوده نه به زبان مادری. ولی به هر حال فارغ از این، حالا ابهامی که در خود نامه وجود داره، نظر شما درباره بحث آموزش زبانهای غیر فارسی ایرانی مثل ترکی، کردی، بلوچی، اینها چه هست؟ بله، سلام عرض میکنم. البته یک تفاوت بسیار بزرگی هست میان آموزش زبان مادری، شاید ترکی، آذری، کردی، عربی، بلوچ، ترکمنی، با آموزش به زبان مادری که اون هم معمولا تقاضاش میکنن که از آغاز تا دانشگاه صورت بگیره. این دوتا به نظر من باید حتما از هم جدا کرد و از هر گونه اختلاطی که ممکنه به سوء تفاهم بیانجامه پرهیز نمود. من با آموزش زبان مادری در کنار زبان پارسی که زبان مشترک همه ایرانیان است هیچ گونه اشکالی نمی‌بینم و به نظر من حتی کار بسیار مفیدی است، به ویژه ایجاد هنرستان ها و آموزشگاه عالی به زبان های ترکی، آذری، کردی، عربی، ترکمن، بلوچی. به نظر من اینا کارهای مثبتی است که کاملا میشه انجام داد، ولی باید عرض کردم دو تا موضوع و در مورد دوم مادر. اون یکی رو چگونه میبینید آقای امیرخسروی؟ ببین، اون یکی وقتی که مسئله به این صورت باشه که آموزش به زبان مادری باشه، بله، از آغاز تا پایان، عملا پس از گذشت زمان این به جدایی می انجامه. برای اینکه اگر مردم آذربایجان فقط به زبان آذری، ترکی آذری آموزش ببینن، کردا همین ترتیب، عربا همین ترتیب، بلوچا و ترکمن هم به همین ترتیب، خب بعد از گذشت یک مدت ما دیگه بیگانه خواهیم بود به هم دیگه. هر کس در گوشه خودش هست، اون یکی دیگری رو به صورت بیگانه میبینه، بله، و این مسلماً خطر تجزیه ایران رو داره که به نظر من یک سمت‌گیری کاملا نادرست و زیانباری است. بسیار متشکرم. آقای سرکوهی، نظر شما چه هست در باب هر دو بحثی که اشاره شد؟ آموزش زبان مادری به این مفهوم که مثلا ساعتی که در دبستان، دبیرستان و دانشگاه اختصاص بدن به تدریس زبان‌های غیر فارسی و یا همچنین مثلا فرنگستان درست بکنه، اینا خب چیزی نیست که کسی باش مخالف باشه، اقدام خوبی است، گام خوبی هست، اما مسئله واقعی رو حل نمیکنه، یعنی در واقع دور میزنه مسئله واقعی رو. مسئله این هستش که ما از کجا شروع میکنیم به فکر کردن. مسئله آموزش به زبان مادری در یک مسئله فرهنگی اجتماعی است، اما کسانی هستند از دو جنایتی، کسانی که طرفدار استبداد و تمرکز گرایی هستند، یکی کسانی که طرفدار تجزیه هستند، این مسئله فرهنگی و اجتماعی رو بلافاصله سیاسی میکنن، چون که دیدین آقای ایشون هم بلافاصله مسئله رو سیاسی کردند. این مسئله فرهنگی اجتماعی است به این مفهوم که ما در کشور ما یک کشور چند زبان است، یک زبان نیست، بنابراین ما نمیتونیم ملیت ایرانی رو بر اساس زبان فارسی تعریف بکنیم، چون در این صورت همه دیگرانی رو که گویندگان به زبانهای دیگران از ایرانی بودن اخراج میکنیم و ما چنین حقی نداریم. همچنان که بر اساس مذهب شیعه هم نمیشه ملیت رو تعریف کرد، چون ما سنی مذهب داریم، باهایی مذهب داریم، کسانی داریم که غیر مذهبی هستن. این یک نکته. نکته بعدی این که وقتی که شما به یک زبان که زبان مادری که افراد نیست آموزش میدین، تبعیض بزرگی رو در زمینه آموزشی ایجاد میکنیم. ما میدونیم که مدرک تحصیلی تأثیر داره در درآمد آدم ها و در پایگاه اجتماعی آدم ها. حالا توجه بکنیم که
وقتی یک بچه‌ای که مثل من فارس زبان هست به مدرسه میاد، من زبان رو میدونم، یعنی زبان فارسی رو میدونم، خوندن و نوشتنش رو باید یاد بگیرم در مدرسه. کتاب‌های درسی هم در ایران بر اساس زبان آموزی تنظیم نشده، بر اساس آموزش خوندن و نوشتن تنظیم شده. اما یک بچه‌ای که از یک خانواده ترک یا کرد میاد که فارسی نمیدونه، او در مدرسه کنار من میشینه، اما باید یک زبان تازه یاد بگیره و اونم با متنی که برای زبان آموزی نیست. در نتیجه او عقب میفته. یعنی ما از همین حالا یک تبعیض اعمال میکنیم که بچه‌هایی که فارسی زبان نیستن خانوادهشون عقب میفتن از و نتیجه‌ای که میگیریم آقای سرخویی در یک خط و بعد یک بحران دیگری هم ایجاد میشه. و بحران اینه که وقتی کسی زبان میآموزه، این فقط زبان نیست، شخصیت آدمی با زبان شکل میگیره، تفکر آدمی با زبان شکل میگیره. بچه‌ای که در یک خانواده غیر فارسی زبان به دنیا آمده، با اون زبان به اصطلاح شکل گرفته، حالا میاد مدرسه دچار یک شکاف بزرگ شخصیتی میشه و اون و در نتیجه ما میتونیم کار دیگری رو انجام بدیم. نتیجه که میگیریم این استش که ما میتونیم به زبانهای گوناگون آموزش بدیم، اما همه زبان فارسی رو یاد بگیرن به عنوان زبانی که زبان سراسری است. در این صورت زبان فارسی از تحمیل خارج میشه، واقعا میشه زبان سراسری. یعنی بسیار متشکرم. آقای امیر خسروی. بله، من فکر کنم که آقای سرکوهی و هم کسایی که در همین راستا فکر میکنن، مسئله ملت رو، ملیت رو به یه بودش فقط که زبانه تقلیل میدن. یعنی همه هویت و شخصیت انسان رو، انسان رو در چه مسئله ملیت کرد؟ عضویت در جامعه ایرانی به زبان بستگی نداره. به این هست که شما در ایران دنیا آمدین، شناسنامه ایرانی دارین. زبان در ایران نشانه ملیت نیست. متشکرم آقای. نه زبان فارسی، نه هیچ زبان دیگه. ممنونم آقای سرکوهی. در واقع توضیحشون این هست که ایشون اصولا زبان رو هیچ ارتباطی به بحث ملیت نمیدن. جناب امیر خسروی. بله. آقای امیر خسروی. بله. خب البته اگر ایشان قرار باشه که تو حرف من بدون که من نمیتونم حرف بزنم. بفرمایید جناب امیر خسروی. منم وقتی ایشان حرف میزدن، ببین مثلا تحمل نداره، مثلا نمیتونه. شما اصلا جلوی ایشان رو بگیرید. جناب امیر خسروی اجازه بفرمایید. ببخشید معذرت خواهم آقای سرکوهی، اجازه بفرمایید. متوجه شدم. نباید نقلی کرد. بله بله متوجه شدم. اجازه بفرمایید ایشون نظرشون رو بفرمایید. معذرت خواهم آقای امیر خسروی، بفرمایید. بله خب این فایده نداره. یعنی با این جور آدما که نمیشه بحث کرد که تحمل نداره حرف طرف رو بشنوه. بفرمایید آقای امیر خسروی. عرض کنم که ببینید ایشان میگه که هویت هر شخص رو با زبانش مطرح میکنین، غلطه. ما به خصوص ببینین در ایران باید ما موضوع رو بررسی بکنیم. ایران یک تاریخ داره، یعنی ما تعلق ملیمون به ملت ایران مسئله فقط از طریق زبان نیست، فرهنگ ماست، تاریخ ماست، گذشته ماست، شادی های ماست، رنج های ماست، جنگ هایی که با ما شده، تحمیل شده، با اونا مبارزه فرهنگی شده، همه اینا هستند که مجموعاً ما ایرانی ها رو به وجود آورده. اتفاقاً در همین پیدایش این ایران، ایرانیت، از نظر تاریخی زبان فارسی یک نقش بسیار مهمی داشته. یعنی پس از حمله اعراب به ایران که تا مدتی هم کوشش کردن زبان عربی رو جایگزین زبانهای ایرانی بکنن، بر این ایرانیت و ملیت ایرانی بر دو پایه زبان فارسی و تاریخ ایران استقرار پیدا کرد، از زبان ساسانیان و غیره و غیره که شما دیگه لازم نیست وقت داریم صحبتش بکنیم. بنابراین این موضوع، این که مثلا فرض کنیم من که خودم، حالا ایشان که فارس زبانن، من که آذری هستم، من زبان من در 500 سال پیش یکی از ریشه های زبان ایرانی بوده، یکی از آذری که میگن، آذری یکی از شاخه های زبان ایرانی بوده. این در اثر خب اشغال ایران، آذربایجان از ترک ها و مغول ها و ترکمن ها متاسفانه به تدریج تغییر پیدا کرد و این زبان ترکی آذری شد زبان مادری من. بنابراین من در این احترام به اینکه به هر حال هر چی شده
زبان من فعلا زبان ترکی آذری است، ولی تعلق من به ایران و ایرانیت که در این تعلق زبان فارسی یک نقش تاریخی بزرگی داره، تعهدی دارم که اینو نمیتونم نسبت بهش بی تفاوت بمونم. و این نگرانی رو من دارم که اگر قرار باشه، فکر کنید اولا اصلا چطور ممکنه عملی کرد که مثلا کتاب‌های جغرافیا، تاریخ، فیزیک، شیمی به زبان بلوچی باشه از آغاز تا پایان، همونا به زبان عربی باشه از آغاز تا پایان، ترکمن باشه از آغاز تا پایان. آقای امیر خسروی، اگر اجازه بدید همه پرسش از آقای سرکوهی بپرسیم که چگونه ممکن است آقای سرکوهی این اتفاق؟ بله بفرمایید. من توضیح بدم که وقتی از کسی نقل میکنن و اون نقل غلط هست، طبیعتاً اون آدم حق داره بگه من چنین حرفی نزدم، منم همین رو گفتم. ببینید در صحبت‌های ایشون دو تا تناقض وجود داره. از طرفی من از در آغاز صحبت گفتم که زبان در ایران جز مؤلفه‌های ملیت نیست، یعنی ما ایرانی بودن به این که ما به چه زبانی حرف میزنیم نیست. هم کسانی که کردی حرف میزنن ایرانیان، هم کسانی که ترکی حرف میزنن، هم کسانی که فارسی. ایشون از طرف دیگه ایشون اما میگویند که ایشون هم همین حرف رو میزنن، اما بعد میگن که زبان فارسی جزء مؤلفه های ملیت است و ما ایرانی بودن رو با فارسی زبان بودن تعریف میکنیم. این اخراج بسیاری از ما هست از ایرانی بودن. ایرانی بودن رو به شناسنامه ایرانی و تولد در ایران و فرهنگ ایرانی تعریف میکنیم که مشترک هست. زبان های گوناگون در ایران وجود داره و حقوق شهروندی همه ما مساوی هست، یعنی ما نمیتوانیم برخی شهروندان رو از حق آموزش به زبان مادریشون محروم بکنید. این که در تاریخ گذشته چه اتفاقاتی افتاده این یک بحث دیگری است، این که ما با چه واقعیتی الان روبرو هستیم بحث دیگری. اما آموزش به زبان مادری کار ساده‌ای نیست، یک پروژه است که حداقل 10 سال طول می‌کشه، دربارش کارشناس‌ها مطالعه کردن و اینکه به اصطلاح زبان فارسی در همه جا تدریس بشه اما آموزش به زبان مادری هم باشه. این نکته رو توجه بکنیم که خیلی چیزا هستش که اجراش دشوار هست. حقوق برابری حقوق زنان و مردان در برابر قانون هم در ایران بسیار دشوار هست، آزادی بیان هم بسیار دشوار است، آزادی احزاب هم بسیار دشوار است. اما دشواری به این معنا نیستش که شما تایید بکنین سلب حق شهروندی کسان را. همه ما ایرانی هستیم، مهم نیست به چه زبانی حرف میزنیم و چون ایرانی هستیم و شهروند ایران هستیم از حقوق برابر برخورداریم، بنابراین حق داریم به زبان‌های مادریمون آموزش ببینیم. اما ما نیاز به یک زبان سراسری داریم که این زبان فارسی است به دلیل گذشته خودش و این زبان رو همه باید یاد بگیریم. در کشورهای دیگه هست که مثلا چنین هست و هیچ اتفاق عجیب غریبی هم نمی‌افته. رفت دادن این مسئله به سیاست هست که کار رو خراب می‌کنه. یعنی اگر این ما این مسئله رو که فرهنگی اجتماعی هست، فرهنگی اجتماعی ببینیم و نتایج سیاسی ازش نگیریم، یعنی نه تجزیه طلبی، نه طرفدار تجزیه طلب باشیم، نه طرفدار استبداد، این دو گرایش سیاسی هستند که آقای اصلا مسئله فرهنگی رو تخریب میکنه. آقای امیر خسروی، یه نکته که تاکید زیادی آقای سرکوهی روش دارن بحث این هست که ایشون مسئله آموزش زبان مادری، آموزش به زبان مادری رو جزء حقوق تلقی میکنن، این که حق شهروندی و حق بشر هست. شما این رو چگونه میبینید و آیا بنابر ضرورتی سیاسی میشه یک حق طبیعی رو اگر حقی وجود داره سلب کرد از افراد؟ ببینید اون چیزی که به عنوان حق وجود داره همه هم موافقیم، آموزش زبان مادری است، نه آموزش به زبان مادری. برای که در کشوری مثل ایران که چندین زبان درش رایج هست، ما باید راه حلی پیدا بکنیم که از یک طرف تمامیت ارضی ایران، استقلال ایران، ملیت ایران و ملت ایران حفظ بشه، در این حال حقوق شهروندان هم رعایت بشه. بنابراین آموزش زبان مادری بحثی درش نیست. من از ابتدا گفتم که این خیلی کار خوبی، مفیدیه، میتونه و بایدم اجرا بشه، ولی این متفاوته با این که ما آموزش رو به زبان مادری از ابتدا تا انتها باب کنیم. اگر این کار انجام بگیره، یعنی آذری ها تمام، یعنی زبانشون رو از تحصیلاتی به زبان آذری باشه، کردی باشه، بعد عرب و بلوچ و ترکمن، پس از گذشت یک سده
عملا ما نسبت به همدیگه بیگانه خواهیم بود. هیچ ضرورتی برای این نیست. اون زبان مشترک که پارسی هست باید پایه تحصیلات ما از ابتدا تا آخر باشه. تمام کتب درسی باید به همین زبان باشه. در بلوچستان هم به همین زبان بخونن. در عربستان بخش های عربی زبان هم به همون زبان بخونن. بقیس الهازا. در این حال زبان مادرشون هم باید یاد بگیرن. هر کس میخواد مایل زبان مادرش رو یاد بگیره، هیچ اشکالی اصلا درش نیست. این است که حقی صحبت میکنن. در تمام اسناد رسمی سازمان ملل هم آموزش زبان مادری است، نه آموزش به زبان مادره. این دوتا رو به نظر من آقای سرگوهی این نوانس رو به اندازه کافی بهش توجه نداره، با وجودی که من میدونم انسان فرهیخته ای است، ولی بدون توجه به این موضوع ما دچار اختلاف نظر خواهیم بود. آقای اجازه بدید این همین نکته رو از جناب آقای سرکوهی بپرسم. آقای سرکوهی، شما این تفکیک رو که آقای امیر خسروی بهش اشاره کردن رو قائل میدونید؟ من تبعیض رو درست نمیدونم و معتقدم تبعیض سبب تجزیه طلبی میشه. اگر چیزی وجود داره که وحدت ملی ایران رو به خطر میندازه تبعیض هست. وقتی شما یک مذهبی رو بر مذهب دیگه برتری میدین، وقتی شما یک زبان رو بر زبان دیگه برتری میدین، وقتی شما اجازه نمیدید، وقتی شما یک کودک رو میارید میشونید در مدرسه کنار یک ولی که فارس زبانم و او باید زبان یاد بگیره و عقب میفته و در نتیجه دچار افت کیفیت تحصیلی میشه، مدرک خوب نمیتونه بگیره، من رو بر او برتری میدین، یعنی یک امتیازی به من میدین و اون کودک رو از این امتیاز محروم میکنین، شما عملا دارین به اون میگین از بیگانه شو. شما نمیتوانید به اصطلاح زبان یک عده‌ای رو تحمیل بکنین به همه. به نظر من اتفاقا اگر ما میخواییم وحدت ملیمون رو حفظ بکنیم، درستتر این هستش که زبان فارسی کارکرد واقعی خودش رو ایفا بکنه، یعنی زبان سراسری ما باشه، اما آموزش به زبان مادری باشه تا تبعیض بره. مسئله این هستش که ما نمیتوانیم بین شهروندان، بین این بچه های کودک های 7 ساله رو بیاریم مدرسه و بعد اون کودک ترک زبان که فارسی بلد نیست با یک کتابی که برای آموزش خوندن و نوشتن فارسی درست شده نه برای آموزش زبان او رو تحت فشار قرار بدیم و از اول او رو به اصطلاح عقب ماندگی تحصیلی محکوم بکنیم به دلیل اینکه فلان یا فلان. اتفاقا اون چه که سبب خواهد شد که بین ما جدایی ایجاد بشه همین تبعیض هاست، یعنی برتری مذهبی بر مذاهب دیگه، برتری زبان فارسی بر زبانهای دیگه. این درست است که زبان فارسی زبان بسیار غنی هست. من شیرازی هم، من فارس زبانم، من به زبان فارسی می نویسم، اما من می دانم که وقتی من در تبریز بودم دیدن که چه رنجی می بره کودک 7 ساله که زبان نمی دونه، حالا باید خوندن نوشتن یاد بگیره و یک زبان جدید و چقدر راحت هست برای من که زبان جدید. به نظر من اگر ما می خواهیم وحدت خودمون رو حفظ بکنیم، گفتم مسئله زبان مسئله فرهنگی اجتماعی نه سیاسی، اما کسانی که مثل ایشون اینو سیاسیش میکنن لااقل این رو هم ببینن که تبعیض سبب جدایی است، نه دادن به اصطلاح حقوق مساوی به همه شهروندان. همه شهروندان حق مساوی دارند، حالا در هر سندی گفته شده باشه یا نه، باشه همه ایرانی ها از حقوق مساوی برخوردارند. ما سلب یک حق از یک ایرانی متشکرم آقای، در واقع اخراج او از ایرانی بودن. آقای امیر خسروی، آیا ایرادهایی که جناب سرکوهی اشاره میکنن رو شما میپذیرید ایشون مدعی هستند یا در واقع استدلالشون این هست که بحث ببخشید فقط من جمله رو تمام کنم که بحث افت تحصیلی یا تبعیض رو مطرح میکنه، شما اینها رو وارد میدونید این ایرادها رو؟ اصلا اصلا یه چیز تبلیغاتیه، یه برای مثلا پروپاگاند به درد میخوره نه به واقعیت. من ایشان اگر شیرازی هم، من تبریزی هم، اهل تبریزم هم، آذربایجانی هستم، تو مدرسه رفتم، همین چیزی که ایشان در ذهنشون به طور انتزاعی دارن من در زندگی رو پوست و گوشت خودم احساس کردم. این به این اندازه واقعا نیست که ایشان میگن. بنده هیچ وقت عقبتر از ایشان که فارس زبانه نیستم. شایدم حالا ایشان تصادفا اهل قلمه ولی میتونست یک آدم متعادلی باشه، مثلا مهندس باشه، من مثل من مهندس باشه. هیچ معلوم نیست که دانش فارسی من از دانش فارسی ایشان کمتر بوده باشه. این یه مقدار چیزای تبلیغاتیه برای تحریک احساسات که حق ما را میگیرن، ما عقب میمونیم. هیچ اینطور نیست. آذربایجانی ها با اینکه وارد مکتب میشن اوائلش یه مقدار من خودم یادم دشواری های کوتاهی داشتیم. بچه 6 ساله 7 ساله استعداد عجیبی برای فرا گرفتن زبون داره، با همون سادگی که
اونجا می نوشتن مثلا آب یعنی سو، اون یه توضیح میداد، ما بلافاصله مثل برق می گرفتیم و یاد می گرفتیم. بعد از یکی دو سال اول اگر شاید تون آغاز و سه چهار ماه اول مشکل بود که اون رو معلم حل و فصل می کرد، بعد دیگه ما می افتادیم به همین مسیر آموزش یک زبانی که در حقیقت زبان مادری من نبود، ولی من تحصیلم رو با یه زبانی آغاز کردم که این زبان زبان مشترک ماست. اینقدر که ایشان تصور می کنند در ذهن شیرازی خودشون، در واقعیت درک آذربایجانی من اینقدر مشکل نیست. به خاطر حفظ وحدت ایرانیان، نزدیکی ایرانیان، به نظر من آموزش به زبان مادری یک چیزی در دراز مدت ما رو از هم جدا خواهد کرد، نسبت به هم بیگانه خواهد کرد. و در حالی که آموزش زبان مادری در کنار زبان فارسی، زبان فارسی به معنی زبان پایه برای همه، بسیار خوب، کتاب ها همه جا به یک زبانه، این به نظر من هیچ گونه خطری رو برای مثلا پرورش روانی و فرهنگی اقلیت های چیزی زبانی نخواهد داشت. سپاسگزارم. آقای سرکوی، ببینید ایشون میگویند که چون ایشون احساس خطر میکنن که اگر آموزش به زبان مادری باشه مردم به اصطلاح ایرانی ها با هم دیگه بیگانه خواهند شد، بیاییم حقوق شهروندی مردم رو سلب بکنیم. این که یه عده‌ای هستن که زبان مادرشون زبان فارسی نیست اما میرن و مثلا فارسی رو خوب یاد میگیرن، البته حالا خسروی نه، اما مثلا ما نویسنده‌ای داریم مثل ساعدی که یکی از بزرگترین نویسندگان ما در زبان فارسی است، ترک زبان هم بوده. و اما ما داریم از انسان معمولی صحبت می‌کنیم، از داریم یه بچه. ما اصولا اگر ما سیستم‌های آموزشی رو مطالعه بکنیم، یعنی بخوایم کارشناسی حرف بزنیم در زمینه آموزش، ما رو نوابغ صحبت نمی‌کنیم، درباره نوابغ ما درباره آدم معمولی صحبت می‌کنیم که بیاد مدرسه به جای اینکه خوندن و نوشتن زبان خودش رو یاد بگیره، باید یک زبان تازه یاد بگیره. چطوری شما می‌خواید این آدم رو، ما داریم اوریج میانگین صحبت می‌کنیم نه یک نابغه، این آدم رو مساوی می‌دونید با کسی که اون زبان رو بلده؟ به علاوه همه تکست‌هایی که تنظیم شده، ایشون کارشناس هستن، من در این زمینه کارشناسم، این تکست‌ها برای یاد دادن خوندن و نوشتن هست نه یاد دادن زبان. این دو تا مسئله دو تا تکس متفاوت میخواد. یعنی اگر حرف ایشون رو بخوایم اجرا بکنیم نمیتونی کتاب ها یکسان باشه، برای که ما در بعضی مناطق باید زبان فارسی یاد بدیم، در بعضی مناطق باید خوندن و نوشتن زبان فارسی یاد بدیم. این یک نکته. نکته بعدی هم این هستش، آیا همه شهروندان ایرانی حقوق مساوی دارن یا ندارن، یا اینکه ما از بعضی میخواهیم که شما از حق خودتون صرف نظر بکنین به خاطر اینکه کسانی هستند که احساس نگرانی سیاسی میکنن و کسانی هستند که میخواهند با یک دست کردن همه، با اینکه همه رو به یک نوع، به یک زبان، به یک مذهب، به یک نمیدونم چی بادار بکنن، وحدت رو حفظ بکنن. وحدت در تنوع هست، یعنی فرهنگ ها وقتی متنوع هستند و هویت خودشون رو حفظ میکنن با هم وحدت میکنن. وحدت در نفی دیگران نیست، در سرکوب دیگران هم نیست، در حذف دیگران هم نیست. خیلی متشکرم آقای حسن. سپاسگزارم. آقای امیرخسروی 30-40 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید که برنامه رو به پایان برسونیم. بله، حس کنم ایشان واقعا آجیتاسیون میکنه، منطقی حرف نمیزنه. ببینید تمام اصلا 900 سال ایران رو ترک ها حکومت کردن، همین ترک ها بزرگترین مبلغ زبان فارسی بودن در ایران، بزرگترین پاسدار زبان فارسی بودن در ایران، و نه فقط در ایران، گرگانیان در هندوستان در خلافت عثمانی زبان فارسی رو اینا گسترش دادن. بنابراین اگر قرار بود که اینطور باشه می باید زبان ما زبان ترکی باشه در تمام سرتاسر ایران. چرا اینا آقای امیرخسروی چون یه مقدار بحث یعنی حالت شخصی شد، من مجبورم که با آقای جناب سرکوی فقط واقعا در حد چند ثانیه. آقای سرکوی، من فقط این چند ثانیه میگم، وقتی من استدلال میکنم میگم که حقوق برابر، ایشون میگن آجیتاسیون. این واقعا به نظر من، نمیدونم من چه لغتی براش به کار ببرم که ما به جای که جواب دلیل استدلال یک نفر رو بدیم بهش دشنام بدیم. بسیار. من با دشنام دادن رابطه ای ندارم. سپاس بی پایان. فرج سرکوهی در فرانکفورت و بابک امیرخسروی در پاریس، بسیار بسیار ممنونم از هر دوی شما که لطف کردید و دعوت ما رو پذیرفتید، و ممنونم از شما که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه مانند برنامه های دیگر ما برای مدتی در صفحه 2 در وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس خواهد بود. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه 2. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/صفحه 2. هم از طریق وبسایت همینطور از طریق فیسبوک میتونید با ما در تماس باشید.
برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روزتان خوش. Thank you.